خطاب جاودانگی. تنها تو نیستی، تنها تو نیستی، کت بسته بر این صخره میزبان عقاب جور، با منقاری از آتش و چنگالی از نفرت که بر جگرت فرو میکند و جانت را به جرم جاری عشق میتلد. بنگر صف صخره ها، یه صف در صف را بنگر، بر هر یک یکی کت بسته با لبخندی از شوق و نگاهی چون تو به ظلمت دونان. و این چنین است که تو پیروزی، این چنین است که جاودانگی تنها نصیب تو نصیب توست. فوران یاوگیست یا نفس هایی با پس از نفرت و مرگ، یا که باران تلخ حقارت است در گاه ابتر پشیمانی. این یا بهارم میگویم که میبارد از بوغهای بیبری، این یا بها که متاع بی مشتری گمگشتگانی دق کرده در لایه های بلاحت های خود. اینان دلغکان نیستند، رقصان با صورتکی رقتاور که تباهی را قازه زده اند. اینان مغلوبانند، خلاص شده در خصیه های متورم خود و هر دم در تنهایی های خود مزمزه می کنند طعم تلخ خیانت را. در لحظه های گریز از باید ها و چراها، آنگاه که به چرا رفتند، هان اکنون بنگر قنقاریای بنفش را چون دک زده بر دل و دست و کلامشان، نسوج دهانشان عفونت فراموشی ها را دارد و بوی هرزگردی شبانهشان بر ما، یعنی بر تو فرود می آید و چنگال نفرتشان می درد جگرهای کت بستگان را. از صخره ها بپرسید، از صخره های خونین سؤال کنید، آتش چگونه شد بانیای ما ابراهیم و یوسف چگونه محبوب کنعان شد، و به صخره ها بگویید این ما کت بسته بر بالاترین یال هایت اینجا به انتظار نشسته ایم و هیچ جز زیبایی ندیده ایم در دشتی پر از سرهای بریده. و این چنین است که جاودانگی بر پیشانی ما می درخشد.